خب بچه بریم سراغ مفهوم حد راست و چپمون. ببین فصل حد دیگه، فصل حد رو بچه مقداری سعی کنیم سریع تر پیش بریم که تو تایم بندی که داشتیم تموم بشه. با این حال هر موقع توی این مدت اگر این فیلم رو دیدید و خودتون بشه مطالعه میگردید سوالی براتون پیش اومد میدونید دیگه از من بپرسید و به ما وقتون توضیح میدم که مشکلتون برطرف بشه. مفهوم حد راست و چپ بچم الان توی این ضابطه فعلا کاری به نمودار ندارم، تو ضابطه نگاه کن، تو این ضابطه دامنم چیه؟ دامن بچه بعد این بازی که واسه ایکس تعیین شده و اون عددی که ما مجازیم به ایکس بریم نگاه کنیم، درسته؟ پس وقتی تابع چند ضابطه‌ای بد میده دامنت میشه اینجا ایکس های بزرگتر از یک، ایکس های کوچکتر از یک. هم ایکس های بزرگتر از یک میتونم بدم، هم ایکس های کوچکتر از یک میتونم بدم. چی رو نمیتونم بدم؟ یک رو نمیتونم بدم، نه بالا مساوی داره نه پایین. دامنه آره منهای یک از اون ضابطه مشخص، از روی ضابطه مشخص دامنه آره منهای یک. یعنی شما تابع یک نمیتونی بدی، به تعریف دیگه تابع تو یک مقدار نداره. بیا اینجا این ضابطه هم بود، این نمودار همون ضابطه هست، این نمودار همون ضابطه هست. آقا چه مشکلی خوردیم؟ تو یک برای چیزایی ببینم، تو یک برای یه سری اتفاقات اینجا مشخص بشه. خب تو یک چی شده؟ اگر خط عمودی بکشم تو ایکس یک هیچ جا تابع رو قطع نمی کنه. اگر تو ایکس یک خط عمودی بکشم هیچ جا تابع قطع نمیشه. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی تابع تو یک تعریف نشده، تو یک وجود نداره. اینو پس از اون نمودار هم میتونم بفهمم. اما اینجاست که بحث حد پیش میاد، میگه آقا باشه، حد میگه، میگه باشه خود یک وجود نداره، خود یک وجود نداره، اما به یک که میتونم نزدیک بشم. که از کدوم طرف؟ از هر طرف، هم از طرف راست هم از طرف چپ. اینجا هم از راست میتونم نزدیک بشم هم از چپ. بچه بهتون گفته بودم دیگه، الان این شکل اینجوری فکر کنم انشالله بهتر متوجه بشید. وقتی میگفتم از سمت راست به یک نزدیک شد چیکار میکردی؟ میمونی نقطه یک رو پیدا میکردی، این ایکس یک، درسته؟ حد راست میخوام بگیرم، سمت راست یک رو نگاه کن، سمت راست کجا نمودار میبینی؟ اینجا چسبیده به یک. ممکن است اینجا هم نمودار باشه، کاری به اینجا نداره، چسبیده به یک اینجاست. خب میام تو سوار تابع میشم، به چی نزدیک میشم؟ اونوری که دیگه نمیرم که، بعد به چی نزدیک بشی؟ میخوای به یک نزدیک بشی دیگه، حد تو نقطه یک میخوای بگیری، بعد به یک نزدیک بشی، اونور باشه حرکت کنم. پس میام به یک نزدیک میشم، سمت راست تابع تو نقطه یک سوار میشم، میام به یک نزدیک میشم. کجا وای میسم؟ وقتی به یک رسیدم. آقا من به یک رسیدم، وایم چنده؟ دو. پس حد راست تابع میشه دو. میگه آقا این که تو دو تعریف نشده، میگم باشه تعریف نشده، منم میگم خیلی خیلی نزدیک به دو شدم. نگاه کن الان از اینجا وایم چند بوده؟ مثلا سه بوده، بعد شده دو نیم، بعد شده دو چهار دهم، دو سه دهم، دو یک دهم. هر چی ایکس هم داره به یک نزدیک تر میشه، وایم داره به چی نزدیک میشه؟ به دو دیگه. اگر ایکس هم خیلی خیلی نزدیک بشه به یک، در واقع اگر ایکس میل کنه به سمت یک، وای هم میل میکنه به سمت دو، که این دوه میشه چی؟ حد ما. میگه آقا ایکس یک نمیشه که وای رو میگی دو. اگر یاد باشه به دو میگفتم مقدار حدیشه، دو مطلق نیست، دو حدی، تقریبا دو، خیلی خیلی نزدیک به دو. بله حق با شماست، ما هیچ موقع یک نمیشیم، این مقدار هم هیچ موقع دو نمیشه، اما انقدر نزدیک به دو که میتونیم بگیم باشه با همون دو. اوکی؟ پس دیگه خیلی قضیه مانور نهید که آقا این خود دو نیست. آره خود دو نیست، خود دو نیست، ولی خیلی نزدیک به دو، ما همون دو نرزش بگیم. پس این شد حد چپ و راست، حد چپ و راست و مقدار تابع. تعریف کلی بود، اون نمودار واسه ما مهم بود که بتونیم مقدار حد راست و حد چپ رو پیدا کنیم، که اینجوری نمایش میداریم. حد راست رو گفتیم لیمیت اف ایکس تابع وقتی ایکس به سمت یک بره از راست. بهتون گفتم اینو مثبت منفی نخونید، یک راست یا ایکس بره به سمت یک
چپ خواهشم اینو مثبت منفی نخونم، یک راست یک چپ، یک راست یعنی از یک بیشتر. وقتی میگم یک راست یه عدد بگو نمیگی دو، درسته از یک بیشتره، ولی یک راست یعنی از یک یه خورده بیشتر. اینجا یک چپ یعنی از یک یه خورده کمتر. یه خورده از یک بیشتر میشه چند؟ یک و یک دهم. یه خورده از یک کمتر میشه 9 دهم. هیچ ربطی به منفی یک نداره. اوکی. و باز مثال بزنم از همین قسمت، چون مشکل دارید، چون اینجا مشکل دارید. اگر بهتون بگم منفی 2 راست عدد بگو، اگر بگم این هم بهتون حل کنم. خب مثلا همینجا کاری فلان مثال داشته باش، ببینیم آقا منفی 2 از راست یعنی از منفی 2 یه خورده بیشتر. بچه اگه هنوز دستت نیست سری محور اعداد رست کن، خب اینا رو اشتباه بگی، مخصوصا جاهایی که براکت داریم، مخصوصا جاهایی که براکت داریم ممکن اشتباه کنیم، مخصوصا جاهایی که تا به چند ضابطه یه ممکن اشتباهاً ضابطه رو انتخاب کنیم. پس خیلی واسه اهمیت داره که درست تشخیص بدی. بچه منفی 2 از راست اگه بخواید عدد بگی تقریبا میشن این منفی 1 باشه، این منفی 2 باشه، این منفی 3 باشه. منفی 2 از راست بهت گفتم راست یعنی سمت راست دیگه، این مثبت رو میخونیم راست، سمت راستش یه خورده میشه اینجا. خب این چه عددیه؟ منفی 1 و 9 دهم. پس منفی 2 راست پس سی عدد دیگه میگه منفی 1 و 9 دهم، منفی 1 و 9 دهم. و منفی 2 چپ پس سی عدد بگی میگی اینجا میشه، آقا سمت چپ منفی 2 میشه اینجا، میشه منفی 2 1 دهم. برو همینو واسه منفی 2 نیم راست، منفی 2 نیم چپ، منفی 3 راست و منفی 3 چپ عدد پیدا کن. اگر نتونستی از من بپرس. منفی 2 نیم راست، منفی 2 نیم چپ، منفی 3 راست، منفی 3 چپ. خب آقا میگه که ضابطه اینه، x بزرگتر از منفی x بزرگتر از منفی x. سری میگیم آقا منفی x دو دامنه نیست، چون منفی مساوی نداره. پس تو منفی x باید چی ببینم؟ حفره ببینم. منفی x دو دامنه هم نیست، پس تو x منفی x اگر خط عمودی رسم کنم هیچ جا قرار نمیشه. پس تو منفی x باید حفره ببینم. چی از من خواسته؟ لیمیت f x وقتی x سمت منفی x میره از چپ. بچه حد چپ رو خواسته، نقطه نقطه منفی x از سمت چپ نزدیک شد، سوای نمودارش رو بیا منفی x نزدیک شد. خب دارم نزدیک میشم، رسیدم، وای رو میخونم، یک. این نقطه یک. حد راست تو منفی x، منفی x اینجا سمت راستش، اینجا سوای نمودارش رو بیا منفی x نزدیک شد، رسیدم به منفی یک، حد رو میخونم، یک. حد چپ با حد راست برابر شد، پس تابع حد دارد. حد چپ با حد راست برابر شد، پس تابع حد دارد. حد تابع برابر یکه. اما این x سمت منفی یکه دیگه بچه، x سمت منفی یک. اما تابع تو منفی یک مقدار نداره، یعنی f منفی یک تعریف نشد. بریم خب یکی دیگه هم حل کنیم، یکی دیگه هم حل کنیم. بچه ها پس ما از تا الان میخوایم از اون نمودار کار کنیم، از اون نمودار یاد بگیم حد و مقدار رو بخونیم، ولی بعد از این دیگه فقط ما سرکارمون با ضابطه تابع هست دیگه، اصلا خیلی جا اصلا ما نموداری نمیدن، ما از اون ضابطه باید تشخیص بدیم. اما اینجا به ما اصلا نمودار داره ضابطه نداره، خیلی کمتر پیش میاد تو تستا که اینجوری سوال بدن، چون یک مقداری خب این عبارت این سوال آسان تره دیگه. اوکی، لیمیت اف ایکس وقتی تو سمت یک میره از چپ، حد چپ تو نقطه یک، میان نقطه یک رو پیدا میکنم اینجاست، نقطه یک اینجاست. خب سمت چپش میشه اینجا، نمودار میشه اینجا، به سمت یک حرکت میکنم، به سمت یک حرکت میکنم، به سمت یک حرکت میکنم، رسیدم به یک، میخونم اینجا یک باشه، اینجا میشه دو. اگر این یک بذارم این دو، این پس بچه حد چپم شد دو. حد راستم این نقطه یکه، سمت راست سوار نمودار میشم، رو نمودار
حرکت میکنم به x 1 نزدیک میشم. رسیدم به x 1 y هم میشه 1. رسیدم به x 1 y هم میشه 1. پس حد راستم شد 1 به اضافه 2 تا f 1. f 1 یعنی مقدار تاب تو 1. میاد x 1 رو نگاه میکنی ببینی کجا تو بره، تو نقطه 0 تو بره. پس f 1 هم میشه 3. کلا میشه لیمیت f a میشه 2 منهای 1 به اضافه 2 3 تا 6 تا 2 منهای به اضافه 6 کلا برابر است با 7. این پیدا کردن حد تابه و مقدار تابه از روی نمودار دیگه. بچه سوال ها مشابهه، سوال ها تماما مشابهه. توی این جور سوال ها بچه خیلی مهمه که شما با دید اول، با نگاه اول تشخیص بدید که حالا میخوام راجع به حد راست و حد چپ صحبت کنیم. یه موقعی که تاب حد داره یعنی حد راست با حد چپ برابره، درسته؟ حد راست با حد چپ با همدیگه چی هم؟ برابر هم. اما این تابه مشخصه بچه حد بگو نداره، چون حد راستش میاد اینجا حد چپش میفته اینجا. یعنی تو نقطه دو دارم میگم، تو نقطه دو از دو طرف تابه به هم نرسیده، از راست اومده رسیده اینجا، از چپ اومده رسیده. خب معلومه تو نقطه دو تابه حد نداره، ولی مقدار مثلا اینجا مقدار داره و مقدارش میشه محاسبه کرد. این از این. بریم سراغ یه تعریف دیگه. وقتی که تابمون حد نداره این تابی نمودار رو نگاه کنید. نقطه دور اینجا خب بچه ها، این اینجا توپره، اینجا هم توپره، جفت توپره. بچه این تابه تو نقطه دو چه ویژگی داره؟ حدی بخوایم صحبت کنیم، حد چپ داره، یعنی از سمت چپ میشه به نقطه x مساوی 2 نزدیک شد. اما آیا از سمت راست میشه؟ نه. ببین نگه از سمت راستش اینجا نمودار هست، نه، از سمت راست خود دو خیلی نزدیک به دو اینجا نمودار میبینی؟ نه، نمودار وجود نداره. پس این تابه تو نقطه دو حد راست نداره. نقطه سه چی؟ بچه تو نقطه سه از سمت راست میشه نزدیک شد، اما سمت چپ اجازه نزدیک شدن نمیده، هیچ راهی واسه دسترسی به این نقطه وجود نداره. پس این تابه تو نقطه دو حد راست ندارد، تو نقطه سه حد چپ ندارد. و اینکه ما میدونیم کلن این تابه تو نقطه دو بعد نقطه سه میدونیم حد نداره دیم، چون حد راست نداره و طبیعتا حد راست با حد چپ نمیتونه برابر باشه. تو نقطه دو و نقطه سه این تابه حد نداره. بریم اما وقتی که بچه ها میخواستیم یه تمرین حل کنیم وقتی که میخوایم مقدار حد رو از روی ضابطه به دست بیاریم، مقدار حد یه تابه رو از روی ضابطه یه تابه به دست بیاریم، اینجوری میشه. ببینید نمودار تا با ضابطه اینو داده، رسم کنید. هم رسم تو کاری نداریم، ما بدون رسم میخوایم رسم کردن براتون دیگه تو داخل سر کلاس، اما فقط میخوام فعلا از روی ضابطه من حد رو به دست بیارم. بچه وقتی میگه حد، طبیعتا این صفر نقطه مرزیه، درسته؟ وقتی میگه حد صفر نقطه مرزیه و تو تابع چند ضابطه نقطه مرزی واسه ما مهمه. یه موقع تابعت براکتیه، گفتم کجاها مهمه، وقتی داخلش صحیح میشه، وقتی داخل براکتت صحیح میشه واسه مهمه، تو نقاط حد نداره. یه موقعی تابه چند ضابطه ایه، کجا مهمه؟ تو نقاط مرزی مهمه. الان از صفر بیشتر میشه ضابطه بالاییه، از صفر کمتر میشه ضابطه
پایینیه، یه موقع تابت رادیکال قدر مطلقیه. قدر مطلق کجا مهمه؟ دو کجا باید تو قدر مطلق حواستو جمع کنی؟ وقتی داخل قدر مطلق صفر میشه، یعنی اگر اینجا دیگه ایکس سمت دو بره، درسته؟ اینجاها باید حواستو جمع کنی چون قدر مطلق مثبت منفی میشه و باید تکلیف قدر مطلق مشخص بشه که خودش بیاد بیرون یا قرینه‌اش میاد بیرون. قدر مطلق وقتی داخلش صفر بشه، براکت وقتی داخلش صحیح بشه و چند ضابطه وقتی نقاط مرزی رو میخوای بررسی کنی. بچه ها وقتی میگه x تمز صفر میره، نقطه مرزی چپ و راست، حد راست میشه از صفر بیشتر از ضابطه بالای صفر رو بذارم داخلش، حد راست چشم دو، حد چپ از صفر کمتر از ضابطه بالای صفر رو میذارم میشه صفر منهای دو، حد راست دو، حد چپ منهای دو، تا به حد نداره تو صفر. قبوله؟ تابع ثابت رو گفتیم، تابع همانی همون که هر چیزی میگی همون باید میده، حد اینا کاری نداره. حد حاصل ضرب دو تا تابع که حد تو هم ضرب شده باشه میشه حد اولی ضرب حد دومی، حد تقسیم هم همینجوری میشه حد صورت اصلی به حد مخرج، مشکل خاصی نداریم. تعریف تا جایی که میرسیم به حد صفر صفر حالت فرم هم، حد توابع کسری صفر صفرم یا حالت مبهم. بچه هر موقع حد شما صفر صفرم بهش میگه صفر میشه بهش میگیم مبهم و بعد رفع ابهام کنیم. رفع ابهام یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که صفر میشه باید از بین بره. قبول نیست هم صورت صفر باشه هم مخرج. این عبارت واسه ما نمیتونیم بگیم چنده، باید یه اتفاقی توش رقم بزنیم، اتفاقی یعنی حذف عامل صفر شونده از صورت و مخرج. بچه ما که وقتی میخوایم حد بگیریم، مثلا x به سمت دو میره، درسته؟ این حد این تابع حالا آسون هم هست، میخوایم بگیریم، گفتیم یه عدد رو این جایگذاری میکنیم داخل تابعمون. دو رو جایگذاری کنم صورت چی؟ دو توان دو، چهار منهای چهار صفر، مخرج هم دو منهای دو صفر. بچه با یه عدد هم صورت صفر شد هم مخرج صفر شد، درسته؟ یعنی این عدده عاملی داره که هم تو صورت صفر میکنه هم توی مخرج. آقا وقتی x رو گذاشتم توی یه چیزی صفر شده چی داشته؟ x منهای دو داشته دیگه، واضحه دیگه. تو چی دو بذارم صفر میشه؟ تو چه عبارتی دو بذارم؟ تو x منهای دو بذاری صفر میشه دیگه. حالا یکی میگه تو 2x منهای 4 هم بذاری صفر میشه. میگم آقا این چه فرقی همون x منهای 2 دیگه، از یه دو فاکتور بگیر، درسته؟ پس وقتی شما به یه عبارتی دو میگی صفر میشه، اون عبارتی چی داشته؟ x منهای دو داشته. پس الان وقتی به صورت دو دادی صفر شده، صورت x منهای دو داشته، وقتی به مخرج دو دادی صفر شده، مخرج x منهای دو داشته. وظیفه شما اینه که این x منهای دو صورت با این x منهای دو مخرج رو ساده کنه. اوکی؟ اینجا آسونه، صورت مزدوجه، x منهای دو در x به اضافه دو، مخرج x منهای دو خودشه، با هم خط میخورن و عامل صفر شونده از بین میره. حالا دو رو جایگذاری کن، دو به اضافه دو، چهار. اما یه موقع سوال اینجوری بهت میده، میگه که x به توان 3 سفر سفید تر میاریم، نه نقطه خاصی ندارن، حد گوه صفر صفر رو داریم میگیم اینجا. یه ما سوال بهت میگه x به توان 3 به اضافه 2x منهای 3 بریه 2x منهای 2. لیمیت این تابع رو میخواد وقتی x به سمت 1 میره. اولین کاری که میکنی چیه؟ یک رو جایگذاری میکنی، یک به توان 3 1 به اضافه 2 1 2 تا 3 منهای 3 صورت 3، مخرج 2 1 2 تا منهای 2 مخرج 3، کل عبارت 0 0 0 0 چیه؟ مبهم. چیکار باید بکنم؟ رفع ابهام بکنم. بچا من 1 دادم صورت 0 شده، عاملش داشته x منهای 1، 1 دادم مخرج 0 شده، عامل چی داشته؟ x منهای 1. بعد x منهای 1 رو جدا کنم،
ایکسمن هاییه که این رو هم جدا کنم و با هم دیگه ساده کنم. وظیفه شما اینه رفع ابهام. خب ایکسمن هاییه که مخرج تابلوه. چجور تابلوه؟ اگه دو فاکتور بگیر دیگه. اگه دو فاکتور بگیر ایکسمن هایی که مخرج میزنه بیرون. دو در ایکسمن های یه. خب ایکسمن هایی که مخرج دیدم. بعد ایکسمن هایی که صورتم ببینم که با این چکار کنم؟ خطش بزنم. این کار رو هم انجام بدیم. اما صورت درجه 3 تجزیه بلد نیستم. چیکار کنم؟ یا درجه 2ه یا درجه 3 فاکتورگیری داره یا به هر نحوی بلدی تجزیهش کنیم. تجزیه میکنیم. یه موقع میشه اینجا تجزیه بلد نیستی. چیکار میکنی؟ میگه آقا من میدونم این عبارت مساوی xmn های 1 در یه چیزی عامل xmn های 1 داره، پس بعد xmn های 1 بخش پذیره. این عبارت عامل xmn، آقا من میگم 18 میشه 2 نقطا، پس حتما به 2 بخش پذیره. اینم میشه xmn های 1 در یه چیزی، پس حتما به xmn های 1 بخش پذیره. پس نمیدونم اون واسه اینکه اون چیز رو به دست بیارم میام اینو تقسیم بر xmn های 1 میکنم. میرسم x به اضافه 2x منهای 3 تقسیم بر xmn های 1. حتما بخش پذیره، چون عامل xmn های 1 داره. فهمیدم 1 گذاشتم 0 شد. خب بچه‌ها واسه تقسیم چند جمله‌ای بر چند جمله‌ای توان‌های نزولی می‌نویسی؟ خب نوشتم بزرگترین تقسیم بر بزرگترین x تقسیم بر x میشه توان 2. ضرب کن x2 در x میشه x3 منهای x2. کلا چی میشه؟ بیا پایین میشه 2x منها می‌کنیم دیگه، میشه 2x به اضافه منفی در منفی x2. درسته؟ نیاید 2x رو تقسیم بر x کنی یا بزرگترین تقسیم بر بزرگترین میشه x رو تقسیم بر x میشه x ضرب کن میشه x2 منهای x. خب x2 با x2 میره 2x منهای منهای x میشه 6x، یه منهای 3 میاد میشه 6x منهای 3. 6x تقسیم بر x میشه 3 به اضافه 3 ضرب کنی 6x میشه 6 منهای 3 میشه منهای 3، با هم دیگه خط میخورم، باقی مونده قطعا باید صفر بشه. پس بچه ها حاصل ما شد x منهای 1 در x2 به اضافه x به اضافه 3. x منهای 1 در x2 به اضافه x به اضافه 3. قطعا ضرب کنی اینو بهت میده، قطعا ضرب کنی اینو بهت میده. اما چی شد حالا؟ حالا این x منهای 1 با این x منهای 1 خط میخوره، تموم شد. عامل صرف شونده هم حد درات و مخرج از بین رفت. اگر اصلا ممکن بیشتر از یه عامل باشه، مثلا ممکن بود این x منهای 1 تمام 2 بشه، اشکالی نداره. یکی از این عامل با این x منهای 1 مخرج به هر حال خط میخوره. خب حالا اینو جایگذاری کن، 1 به تمام 2 1 به اضافه 1 3 به اضافه 1 به تمام 1 1 به تمام 2 1 به اضافه 1 2 به اضافه 3 5 صورت 5 مخرج 2 کلن حاصل 5 دوم. درسته؟ پس صفر صفر رومی بود که صورتش تجزیه نمیشد. الان این تستی که میبینی خب صورت حتی درست نمیبینی، الان میبینی الان صورت خیلی راحت چی میشه؟ تجزیه میشه. قبوله؟ مخرج تجزیه میشه، تجزیه میکنی. البته اول عدد جای گذاری کن چون اصلا صفر صفر رومی نشد بهتم گفتم، ولی اکثرا میشه تجزیه. تجزیه نکته خاصی نداریم، صورت فاکتورگیری مخرج تجزیه، حتی فاکتورگیری بعد تجزیه. اره نه دیگه خط میخوره، تجزیه نه. حد توابع قدر مطلقی گفتم داخل صفر میشه، باید حواست باشه تعیین علامت کنی، باید تعیین علامت کنی ببینی خودش میاد یا قرینش میاد بیرون، خودش میاد یا قرینش میاد بیرون. حواستون هست تو بعضی سوالا وقتی که تجزیه میگویم رادیکال یه چیز به توان دو میشه، یه چیز به توان دو قدر مطلق اون چیز است. توان دو رادیکال
قدر مطلق ایجاد میکنن، میشه قدر مطلق ایکسمن های یک. ایکس داره به سمت یک، خود سوال گفته به سمت یک میره از چپ، یک از چپ یعنی از یک کمتر، مثلا 9 دهم منها یک مثبت یا منفی. ببین یک رو بذار، خود یک رو بذار، یک منها یک صفر، داخل قدر مطلق چی شد؟ صفر شد. بهت گفتم هر موقع داخل قدر مطلق صفر میشه مثلا مهمه، از یک کمتر یا از یک بیشتر. اینجا خودش گفته از یک کمتر، از یک کمتر مثلا 9 دهم مشخص، 9 دهم منها یک منفیه، پس داخل قدر مطلق منفیه، پس قدر مطلق رو برمی‌داری قرینش میاد بیرون. قدر مطلق x منها یک با قرینه x منها یک یا منفی x منفی پرانتز x منها یک برابر حد مثلثاتی. بچه حد مثلثاتی هم باز اتفاق جدیدی نداره، ما همون زاویه‌ای که داریم بهش نزدیک میشیم داخل نسبتمون قرار میدیم و مقدارش رو به دست میاریم. کیا خیلی حساسیت ایجاد میشه؟ مثلا نگاه کن، بهت میگه لیمیت براکت سینوس x وقتی x به سمت پی دو بوده، لیمیت براکت سینوس x وقتی x به سمت پی دو بوده. خب اولین کاری که میکنیم چیه؟ اینه که پی دو بوم جایگذاری میکنیم، سینوس پی دو بوم سینوس 91 داخل براکت چی شد؟ عدد صحیح شد. خب حساس شد، از یک کمتریم یا از یک بیشتریم اینه که اصلا بحثی توش نیست، ما نمیتونیم از یک بیشتر باشیم. چرا؟ چون سینوس از یک بیشتر نمیتونه باشه، حتما داره از یک کمتر نزدیک میشه به یک، درسته؟ سینوس نمیتونه از یک بیشتر باشه. پس بچه ها طبیعتاً چه چپ بریم چه راست بریم داریم از یک کمتر به این نزدیک میشیم دیگه، درسته؟ قشنگ حلش کردیم ها. تو نسبت مثلثاتی میگم آقا الان برم چپ و راست بگیرم، میگم آقا تو داری به یک نزدیک میشی. این که نمیتونه از یک و یک دهم نزدیک بشه به یک. سینوس نمیتونه همچین کاری کنه. سینوس چه از چپ بری پی دوم، چه از راست بری پی دوم، داره میگه 9.95 داره از نقاط کمتر از یک به یک نزدیک میشه. پس قطعاً براکت این چه چپه چه راستش برابر با صفره. براکت این یکی کمتره دیگه، درسته؟ از یک کمتر مهنام براکت شنده صفر. تو دایره مثلثاتی هم بخوام به نشون بدم همین سوال ها نگاه کنم، مثلا اینجا x داره به چی نزدیک میشه؟ به پی دوم. این نقطه پی دوم اینجاست، این میشه پی دوم از راست، از این برمیشه پی دوم از راست. خب سینوس چنده؟ 8.9999 تا به یک نزدیک میشه. اگه از چپ بیاد از مقادیر کمتر بیاد بازم 8.9995، درسته؟ چه چپ بیاد چه راست فرقی نمیکنه و براکت این عدد چنده؟ صفر. اما همین سوال اگه اینطوری مطرح بشه، لیمیت براکت کوسینوس ایکس. پس بچه تلفیق حد مثلثاتی و حد براکتی، لیمیت براکت کوسینوس ایکس وقتی ایکس به سمت پیلوم، ایکس به سمت پیلوم میره، اما این با براکت کوسینوس داره. پیدومو جایگذاری میکنیم، کوسینوس پیدومو صفر، داخل براکت عدد صحیحه، حواسمون رو جمع کنیم، حد چپ و راست محاسبه کنیم. حد چپ و راست توی پیدومو، این دایره مثلثاتی هم این نقطه پیدومو هم حد راست بچه میشه از این بر، درسته؟ اولا که من میدونم خود پیدوم صفره دیگه، خود پیدوم صفره، یعنی دارم به صفر نزدیک میشم. میخوام ببینم این نزدیک شدن من به صفر از مقادیر بیشتری یا از مقادیر کمتره. اگر بیام x به سمت پیدوم از راست رو محاسبه کنم از مقادیر بیشتر، یعنی مثلا 90 اینجا 100، از زاویه 100 درجه دارم نزدیک میشم. خب کوسینوس من از چه عددی داره میاد؟ بچه از ناحیه چندم دارم میاد، ناحیه دوم. کوسینوس ناحیه دوم چیه؟ منفیه. پس من دارم از عدد منفی به صفر نزدیک میشم، یعنی منفی 2 دهم، منفی 1 دهم، منفی 100، منفی 1000 تا برسم به صفر. براکت این عدد چنده؟ براکت منفی 1 دهم چیه؟ حاصل من میشه منفی 1.
اما اگر از معادله کمتر بیام x به سمت پی دوم از چپ، از معادله کمتر هم از اینجا میام. بچه ها قراره به صفر برسم چون کوسینوس پی دوم میشه صفر، اما از ناحیه چندم دارم میام ناحیه اول. تو ناحیه اول کوسینوس چیه؟ مثبته، یعنی من دارم میگم دو دهم، یک دهم، یک صدم تا برسم به صفر. براکت این عدد چنده؟ صفر. حد راست هم شد منفی یک، حد چپ هم شد صفر. تابع حد نه چون حد راست به حد چپ برابر نشد. تو حد مثلثاتی هم ممکنه، تو حد مثلثاتی ها ممکنه به صفر صفر برسیم، ممکنه به صفر صفر برسیم و شما باید از یه جاهای ممکنه از اتحادهای مثلثاتی نیاز بشه که استفاده کنی. اتحادهای مثلثاتی مثلا سینوس 2 به اضافه کوسینوس 2 میشود 1، یا اینکه میدونیم سینوس 2 میشه 1 منهای کوسینوس 2، کوسینوس 2 میشه 1 منهای سینوس 2، یا مثلا داریم سینوس 2 منهای کوسینوس 2، این اتحاد مزدوج سینوس منهای کوسینوس در سینوس به اضافه کوسینوس و داستانهای دیگه که قبلا خوندیمشون. یا مثلا این تست هم براتون حل کرده بودم دیگه، این تست نکتهش چی بود؟ بعد باز میکردی کوسینوس رو. بچه ها توی سوال خوبی بود، کوسینوس سه ببینی که من های سیمس اینجا پی و پی دوبو که میذاریم صورت صفر مخرج هم صفر، چیکار کنم؟ کوسینوس سه که اتحادی راجعش بلد نیستم بازش کنم. اینجا یک منهای سینوس میدونم، به توضیح داده بودم یک منهای سینوس دو همون کوسینوس دوه. حالا یک منهای سینوس دو یک منهای سینوس در یک به اضافه سینوسه، درسته؟ پس اگر من بالا یک کوسینوس دو داشته باشم که دارم، کوسینوس سه رو میسم کوسینوس دو، کوسینوس دو حالا کوسینوس دو میشه یک منهای سینوس دو، حالا یک منهای سینوس دو میشه یک منهای سینوس در یک به اضافه سینوس که یک منهای سینوس صورت با یک منهای سینوس مخرج خط میخوره و عامل صفر شوندهمون حذف میشه. تابع جزئیات توضیح دادم، حد راست و چپ میگیریم مگر جایی که خودش گفته باشه x به سمت 1 از راست میره. مثلا این سوال بالایی صفحه 25 خودش توضیح داده x به سمت 1 از دیگه حد چپ برای چی بگیرم؟ خودش گفته یک از راست، خودش گفته یک از راست، فقط حد راست رو محاسبه میکنم. هر موقع برای چپ و راست مشخص کرده تکلیف براکت مشخصه، یعنی براکت شما دیگه مجبور نیست، معلوم یه عدده. براکت x یک از راست، یک و یک ده هم براکت شن یک، پس براکت x رو برمیدی کلا بجاش میذاری یک، چه x منهای یک برود این، حالا تجزیه میکنی و عامل سلم شونده رو خط میزنی. پیوستگی تابلو، راجع به پیوستگی چی گفتیم بچه ها؟ گفتیم آقا یه نموداری پیوسته است، یه نموداری پیوسته است که وقتی که ما بتونیم نمودار اون تابلو رو بدون برداشتن قلم از روی کاغذ رسمش کنیم. الان از اینجا شروع کنم، میام تا تمام شد رسم شد، درسته؟ این تابع پیوسته است. حالا جور دیگه هم پیوستگی رو میتونیم ببینیم. آقا یعنی پیوسته بودن تابع، وقتی میگم کلا پیوسته است، یعنی اون نمودارش هیچ جا حفره، جدا شوندگی، بریدگی، یه جا بریده شده، فاصله از این داستان توی تابع، یا بهتر بگم نمودار تابع نداریم. اوکی، این از لحاظ نموداریه. مثلا این تابع حفره داره دیگه، پیوسته نیست. اینجا حفره نداره، اینجا فاصله افتاده بین تابع. آقا اینو بخواید رسم کنی، اینجا رو رسم کنی، بعد قلمو برداری بیا اینجا رو رسم کنی، پس این تابع هم پیوسته نیست. اوکی، اما وقتی که بخوایم پیوستگی رو بررسی کنیم، به چه تابعی میگیم پیوسته؟ بچه کی حفره ایجاد نمیشه؟ کی فاصله نمیافته؟ ببین اینجا نگاه کن، الان حد راست میشه کجا؟ میشه یک. حد چپ میشه کجا؟ بازم میشه
پس الان تابع حد راست و حد چپ با هم دیگه برابر هم. اما این حد با مقدار برابر نیست. چی میشه؟ پس همین تو همین نقطه اتفاقا ما ناپیوستگی داریم میبینیم. بچه هم اگر اینجا بجایی که اینجا تو پر باشه، اینجا تو پر بود، این تابع چی میشه؟ پیوسته. خب کی پیوسته شد؟ وقتی حد راست با حد چپ با مقدار تابع برابر باشه که ما میگیم چمره. حد چپ مقدار حد راست، که این سه تا باید با هم دیگه برابر باشن. بچه دو نوع تابع ناپیوستگی داریم. یک، تابع حد داره اما حد با مقدار برابر نیست. تابع حد داره اما حد با مقدار برابر نیست. نوع دوم چیه؟ تابع حد نداره. حد راست میشه اینجا، حد چپ میشه اینجا. این تابع کلا حد نداره. حد راست و حد چپ برابر نیستن، پیوسته هم طبیعتاً نیست. اما این تابع حد داره، حد با مقدار برابر نیست. این دو نوع ناپیوستگی ماه. بچه‌ها تو این ناپیوستگی الان این تابع، میگیم این تابع پیوستگی چپ داره. چرا؟ چون حد چپ با مقدار برابره. حد چپ با مقدار برابره. پس پیوستگی چپ و پیوستگی راست هم یعنی وقتی پیوستگی راست داریم که حد راست با مقدار برابر باشه و وقتی پیوستگی چپ داریم که حد چپ با مقدارمون برابر باشه. در نمودار تابع به صورت مقابل است، نمودار تابع به صورت مقابل است، تابع در صورت نقطه ناپیوسته است. نقطه یک چرا ناپیوسته است؟ چون حد چپ نداره. نقطه ناپیوسته است چون حد چپ نداره و حد چپ و ولی پیوستگی راست داره که همون به درمون ناپیوسته دیگه. پیوستگی راست به عنوان پیوستگی واسه ما حساب نمیشه. نقطه ناپیوستگیه چون حد چپ نداره. نقطه 3 چون حد راست با حد چپ برابر نیست. نقطه 5 چون حد با مقدار برابر نیست. نقطه 7 اولا که حد چپ با مقدار برابر نیست، حد راست هم کلا نداره. پس تمام نقاطی که گفتیم رو بررسی کردیم که چرا نقطه ناپیوستگی هستن. مثال سوال گفتم بهتون، تیپ سوال فوق العاده مهمه، این ناپیوستگی رو بررسی کنید. چه جوری؟ چه مره؟ حد چپ، حد راست، مقدار. مقدار از کدوم ضابطه؟ کجا مساوی داره؟ ضابطه بالا. حد راست یعنی تو منفی یک بررسی کنیم. حد راست این از منفی یک بیشتر، از منفی یک بیشتر میشه این یا این؟ میشه این دیگه. پس حد راست و مقدار از این، حد چپ از این. قرار بدیم منفی یک رو باید با هم دیگه برابر بشن. طبیعتا حد راست و مقدار با هم دیگه تو یه ضابطه به دست میاد برابرن. یعنی پیوستگی راست رو حتما داریم. تو صفر میخوای بررسی کنی و تو یک سوال، تو صفر و یک پیوستگی رو بررسی کنید. تو صفر چه مره؟ می صفر از کجاست؟ اینجا با صفر مساویه. راست صفر میشه کجا؟ از صفر بیشتر. بچه بازم همینجا میشه. x بزرگتر از صفر بازم همینجا میشه. چپ صفر از صفر کمتر اینجا. پس م و ر واسه صفر از اینجا، چه از اینجا. میری سراغ یک. چه مره؟ م کجا؟ اینجا. اینجا مساوی با یک داره. ره کجا؟ حد راست کجا؟ از یک بیشتر کجا؟ همینجا. پس م و ره واسه یک از بالاییه، چه یعنی از یک کمتر. ایست از یک کمتر. حد چه بشه میشه ضابطه وسطی. میری نقاط صفر و یک رو به ترتیب اینجا قرار میدی و اگر چه م و ره با هم دیگه برابر بودن تابع پیوسته است. خب توی حد یه سری بچه ها سوال پرسیده بودن جزوه رو. بریم سراغ صفحه 30 جزوه. بچه سوال پرسیده بودن رد کردیم. اینا رو بچه که پرسیده بودن. خب این ستای آخر رو حل کنیم. ستای آخر رو حل کنم. گفته که لیمیت x وقتی
ایکس داری برکت ایکس وقتی سمت منفی دو میره از راست. خب جایگذاری کن صورت میشه منفی دو، مخرج برکت منفی دو از راست از منفی دو یه خورده بیشتر میشه منفی 1.9 میشه برکت منفی 1.9 قبوله؟ میشه منفی دو بروی برکت منفی 1.9 چنده؟ منفی دو کلا حاصل میشه عجیب غریب نبود. منفی دو صورت که خودشه پایین میشه منفی دو از راست میشه منفی 1.9 برکتش میشه منفی دو تقسیم میکنی جواب 1. پایینیش که تابلو دیگه، 1 منهای سینوس در 1 به اضافه سینوس اتحاد مزدوج، مخرج هم 1 منهای سینوس، 1 منهای سینوس با هم خط میخوره، 1 به اضافه سینوس میمونه. پی دوم جایگذاری کن، سینوس پی دوم 1 1 با 1. دو اینم که آسون بود. بعدی لیمیت تابه خواسته وقتی که سمان صفر میره، صفر جایگذاری رو صفر به اضافه براکت صفر داخل براکت عدد صحیح شد چی کار میکنی؟ چپ و راست، حد راست x به سمت صفر بره از راست، خب این که خودش میشه صفر به اضافه براکت صفر راست، حد چپت میشه چی؟ x که خودش صفره به اضافه براکت صفر چپ. صفر که هیچی، براکت صفر راست، صفر راست یه عدد بگو 1/10 براکتش صفر با صفر صفر، صفر چپ یه عدد بگو منفی 1/10 براکتش منفی 1 با صفر منفی 1. این تا به حد نداره چون حد راست و حد چپ برابر نشد. خب این ستا هم که بچه ها برسیده بودن توضیح دادیم. پیوستگی راست و چپ هم توضیح دادیم. بریم سراغ پیوستگی روی بازه. ببین بچه‌ها، ما تا اینجا بررسی می‌کردیم. اگر به ما میگفت برید فلان نقطه رو نگاه کنید، فلان نقطه رو نگاه کنید، بررسی کنید که تو اون نقطه تابه پیوسته هست یا نه. اما حالا به ما میگه برید توی این بازه چک کنید. توی این بازه چک کنید که توی این بازه تابه پیوسته هست یا نه. خب این بازه واسه ما یه سری شرط و شروط داره. ببینید خیلی واسه ما مهمه که اگه نقاط ابتدا و انتها، نقطه ابتدایی و انتهایی اگر بسته باشن، اگر باز باشن، اگر یکی باز باشه یکی بسته باشه، این واسه همون اهمیت داره. ببینید بچه‌ها، اگر هر دو طرف بازه ما باز، از بازه باز آ تا بی میخوایم پیوستگی رو تو این بازه بررسی کنیم، بچه نقطه آوری اصلا مثلا مهم نیستن، فقط توی تمام نقاطی که این بین هستن تابه باید، یعنی از آ تا بی هر چی نقطه هست تابه باید تو نقاط پیوسته باشه، خود آبی مهم نیست. یه موقع میگه بازه بسته آ تا بازه بی، حالا آ چی میشه؟ آ مهم میشه بچه، اما خود آ چه پیوستگی باید داشته باشه؟ بچه آ ابتدای بازه است، قبل از آ واسه مهم نیست، قبل یعنی سمت چپ، سمت چپ آ مهم نیست، آ فقط باید پیوستگی راست داشته باشه. نقطه ابتدای بازه اگر جزء بازه باشه، اگر نباشه که هیچی، اگر جزء بازه باشه فقط باید پیوستگی راست داشته باشه. ممکنه نقطه انتهاییمون بسته باشه، نقطه انتهای تابه بسته باشه، بعدش مهم نیست، فقط سمت چپش مهمه، فقط باید پیوستگی چپ داشته باشه. اگر هر دو بسته باشن، این پیوستگی راست و این یکی پیوستگی چپ داشته باشه. نقطه ابتدایی پیوستگی راست و نقطه انتهایی پیوستگی چپ داشته باشه. و سوال‌های بچه‌ها فوق‌العاده متنوعی که از این مباحث میتونه براتون مطرح بشه و قاطی میکنن سوالها رو، مثلا با عبارت درجه دو، سوال بعدی با رادیکال، رادیکال و درجه دو، درسته؟ شما اصل قضیه رو باید بدونید دیگه. وقتی به شما گفته این تابه رو آر پیوسته است یعنی چی؟ یعنی آقا این تابه مخرج نداره دیگه، یعنی مخرج صفر در واقع، چون اگر مخرج صفر بخوره که دیگه پیوسته نمیشه که، حفره میفته، درسته؟ حفره میفته. پس این تابه مخرجش موقع صفر نمیتونه باشه.
پس این درجه دو هیچ موقع صفر نمیشه، ریشه نداره، دلتاش منفیه. یعنی اومده پیوستگی رو با درجه دو قاطی کرده. سوال بعدی پیوستگی با رادیکال قاطی شده. وقتی گفته روی آر پیوسته است، یعنی زیر رادیکال هیچ موقع منفی نمیشه. یعنی زیر رادیکال همواره مثبته. همواره مثبت کی اتفاق میفته؟ وقتی دلتا منفی آ مثبت. آش مثبت، دلتاش باید منفی باشه. و اتمام مرور اجمالی در این حال فکر کنم به طور کافی هم مسائل بیان شد. بچه‌ها خیلی مهمه که تو این فصل مثلثات و حد ما سوال زیاد براتون داخل جزوه آوردیم، ولی دست طراح بازه، دست طراح بازه واسه اینکه سوالات از مباحث دیگه از فصول دیگه بیاره قاطی کنه تو فصل پیوستگیمون یا داخل مثلثاتمون. خیلی مهمه که بچه‌ها سوال‌های متنوع حل کنید. این دو فصل رو انتظار دارم که توی انشاءالله این تعطیلات یک ماهی که دارید حتما بررسی کنید. بچه‌ها روزی 5 تا تست بزنید، روزی 5 تا 20 روز 100 تا تست بزنید، 50 تا مثلثات 50 تا بهتون قول میدم کافیه. یعنی اگر کتاب تست دارید مبحث مثلثات 200 تا تست داره، فصل مثلثات 200 تا تست داره، نرید همه رو بزنی ها بعد حد نرسید. میایید مزارع 5 رو میزنید، 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 بزنید تا آخرش که بزنید. از اول تست دارید تا آخر که بزنید 40 تا تست دارید، درسته؟ 60 تا هم حد بزن، کلا 100 تا تست داری. 100 تا تست تو این یک تو 30 روزی که وقت داری، روزی 5 تا هم روزی 3 تا میشه. بیشتر این روزی 5 تا بخوای بزنی باید 150 تا بزنی دیگه. واقعا روزی 5 تا بچه ها اگر نزنید بعد برگردید یه نگاهی بکنید واقعا به این به برنامه که واسه خودتون دارید. 5 تا تست خیلی معقوله، خیلی معقوله. یعنی شما از هر 4 تا درس اختصاصی تام 5 تا بزنید، 20 تا کلا روزی 20 تا اختصاصی واقعا فکر کنم تعداد معقولی باشه. ولی بهتون اطمینان میدم با این روش تست بزنی همین 100-150 تا خیلی جلوت میندازه، همین واسه کفایت میکنه. چون ما حالا تو جزوه‌مون هم مباحث مختلفی اومده بود، جزوه کامل بود، 45 صفحه فصل حدمون جزوه بود پر مثال و تمرین و واقعا تمرین آخرش تمرین خوبی بودن. مخصوصا تمرین آخری که ما اینجا یه براکت هم اضافه کردیم و اوضاع کم پیچیده شد. میخوام بگم که باید برید بچه حتما تست بزنید. این همین مقداری که حداقل همین مقداری که میگم و حرفم این بود، اگر دنبال این 5 تا تست روزانه هم نرید این مقداری دور شدیم از هدفمون، این مقداری از مسیرمون دور شدیم. بعد برگردیم ببینیم که چرا و چی شد این اتفاق افتاده و اینقدر ما کمکاری داریم میکنیم بدون تارو. بازم سال نورتون تبریک میگم. حرفایی که اول کلاس زدم بچه ها واسه این نبود که خدا نکرده حالتون بگه، هم میخواستم جمع عوض بشه اول کلاس، همین که واقعا فکرم مشغول کرد دوست، یعنی آدم دوست داره که حداقل من دوست دارم که شاگردام تو این مدل تو این مدل این حالا چیزی که داریم صحبت کردیم نباشن، خیلی پر انرژی‌تر و پر تلاش‌تر تو هر مسیری. بهتون بارها گفتم تو هر مسیری، تو هر مسیری که دوست دارید و علاقه دارید ولی پر تلاش تو مسیر. انشاءالله ببینیمتون که حتما در ادامه تلاش ما نتیجه رو از شما خواهیم دید. خسته نباشید، امیدوارم که استفاده کنید، امیدوارم که تعطیلات خوبی رو پشت سر بذارید همواره با سلامتی و اینکه خسته نباشید.